سلام گرم و صمیمانه. سویرا دارما هستم با همکارم نگار نادری با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشید. در جریان انقلاب زن، زندگی آزادی، صدها نفر جان باختند، ده هزار نفر بازداشت شدند و دست کم 120 نفر با شلیک سیستماتیک، آمدانه و هدفمند نیروهای سرکوبگر اسلامی به صورت و چشم معترضان بینایی خود را از دست دادند. امروز مهمان ما کوثر افتخاری از آسیب دیدگان چشمی در انقلاب زن زندگی آزادی هستش. خیلی خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. از خودتون بیشتر برامون بگین که بینندگان برنامه با شما بیشتر آشنا بشن. سلام و درود خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز این برنامه. من کوثر افتخاری هستم، یکی از اسناد زنده جنایت جمهوری اسلامی. در واقع مهر جنایت جمهوری اسلامی بر صورت من نقش بسته. خب شما در کمیته حقیقت‌یاب حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران که 55مین نشست خودشون روز دوشنبه 28 اسفند برگزار کردن به عنوان شاهد زنده اونجا حضور داشتین. ارزیابی شما از گزارش کمیته حقیقت‌یاب و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل چی هستش؟ طی گزارش کمیته حقیقت‌یاب در سازمان ملل، جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت محکوم شد. اما از آنجا که جمهوری اسلامی همیشه طی 45 سالی که ایران رو اشغال کرده به یک حکومت کذب و دروغ شناخته شده، گزارش کمیته حقیقت‌یاب رو رد کرد و ادعا داشت که این چنین اتفاقاتی داخل ایران نیفتاده و مدعی بود که چرا به غزه نمیپردازن و چرا به اتفاقات ایران میپردازن. در چنین وضعیتی که جمهوری اسلامی سعی در کتمان و حاشا کردن جنایتهاش داره، من و 5 نفر دیگر از آسیب‌دیدگان انقلاب زن زندگی آزادی در جلسه علنی کمیته حقیقت‌یاب در محکوم کردن جمهوری اسلامی به جنایت علیه بشریت حضور پیدا کردیم و شهادت دادیم به جنایت‌هایی که توسط این حکومت اتفاق افتاده. چشم من و 4 نفر دیگر از آسیب‌دیدگان چشمی که در این مراسم شرکت کردیم توسط جمهوری اسلامی نابینا شده بود و تمامی کسانی که توسط جمهوری اسلامی به چشمهاشون شلیک شده، تعداد آمار به قدری بالا هستش که کاملا سیستماتیک و هدفمند به چشم معترضین شلیک کردن و اصلا هیچ اتفاقی نبوده شلیک به چشم معترضین. طبق آمار خود بیمارستان فارابی تهران، فقط در انقلاب زن زندگی آزادی پس از سال 1401، پس از کشته شدن مهسا امینی، 500 خورده ای نفر توسط جمهوری اسلامی چشماشون نابینا شده و عزیزانی هستند که توسط این حکومت به هر دو چشمشون شلیک شده و هر دو چشمشون رو از دست دادن. ما در این مراسم به تمامی جنایت‌های جمهوری اسلامی شهادت دادیم که در سطح بین‌المللی و در سطح جهانی این حکومت رو باید به عنوان تروریست‌ترین و جنایتکارترین حکومت بشناسن و بلکه با گزارش کمیته حقیقت‌یاب دولت‌های غربی و رهبران سرتاسر جهان به خودشون میان و تروریست بودن این حکومت رو ببینن و ارتباطات خودشون رو با این حکومت قطع کنن. خب به نظرتون صحبتایی که شما و دیگر عزیزانی که صحبتشون رو کردین در این نشست چقدر تاثیرگذار بوده در اینکه واقعا چهره واقعی رژیم جنایتکار اسلامی رو به جامعه جهانی نشون بده؟ همچنین که نمایندگان جمهوری اسلامی جنایت‌های خودشون رو کتمان می‌کردن، حضور ما به صورت زنده در این مراسم جایی برای کتمان جمهوری اسلامی نمی‌گذاشت، چون ما به عنوان اسناد زنده جنایت جمهوری اسلامی در این مراسم شرکت داشتیم و گواه تمامی جنایت‌های جمهوری اسلامی بودیم. خب عکس‌العمل هیئت کمیته حقیقت‌یاب نسبت به حضور شما در این نشست چجوری بود؟ چجوری برخورد کردن؟
من با رئیس کمیته حقیقتیاب خانم سارا حسین از نزدیک من و ما بقیه دوستانی که در مراسم کمیته حقیقتیاب شرکت داشتن از نزدیک دیدار داشتیم. ایشون بسیار ابراز همدردی به ما میکردن و ما امیدواریم که گزارش کمیته حقیقتیاب، پیگیری های کمیته حقیقتیاب مجدداً یک سال تمدید بشه، چرا که جنایت هایی که از جانب این حکومت اتفاق افتاده بخش خیلی کوچکی از این جنایات توسط کمیته حقیقتیاب ثبت شده و حضور ما اصلا بی تاثیر نبود. حضور ما تاثیر خیلی زیادی داشت که وقتی جمهوری اسلامی داشت کتمان میکرد، دنیا چهره ما رو میدید و این کذب و دروغگو بودن جمهوری اسلامی به جهان بیشتر نشون داده میشد. خب شما به عنوان یک شاهد، به عنوان کسی که در این انقلاب زن زندگی آزادی چشمتون رو از دست دادین و ضربه خوردین، فکر کنم شما بازداشت به خاطر اعتراضی که کردی، حکم بازداشت اینا گرفتید، چه خواسته از شورای حقوق بشر و کمیته حقیقتیاب دارید؟ از کمیته حقیقتیاب به نوبه خودم، البته دوستان دیگه ای هم که کنار من در مراسم کمیته حقیقتیاب بودیم، خواسته ما این هستش که این پیگیری تمدید بشه از جانب کمیته حقیقتیاب و جنایت های بیشتری از جمهوری اسلامی ثبت بشه و در و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این اتفاقات از جانب یک گروه تروریستی داره اتفاق میفته، اما هنوز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک گروه تروریستی در سطح جهانی نشناختن. گزارش کمیته حقیقتیاب به این که سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره بی تاثیر نخواهد بود و اصلا بی تاثیر نیست و کمک خیلی بزرگی به این اتفاق میکنه که صدای مردم ایران به کمک گزارش کمیته حقیقتیاب بلند میشه و مردم ایران خودشون رو تنها نمیبینن طی انقلاب زن زندگی آزادی. و گزارش امروز این کمیته در واقع یکی از دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی هستش که در سطح جهانی مطرح شد و جمهوری اسلامی رسوایی و منزوی بودنش هر روز که میگذره بیشتر از دیروز میشه و این امید برای این حکومت تروریست هستش. با تشکر از حضور شما و با امید اینکه کمیته حقیقتیاب کارش رو ادامه بده و جمهوری اسلامی رو در دادگاه‌های بین‌المللی به میز پای محاکمه بکشونن به جرم جنایت علیه بشریه. متشکرم از برنامه مفید شما، سلامت باشید. برنامه رو ادامه میدیم بعد از شنیدن یک آهنگ. من جاده رو برات صاف میکنم، هرچی سرابر و پراب میکنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار میدوم، جای کمرت شلاق میخورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره از شاسایی، پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها رگبار و سری از جنس آدم. موسیقی
من بالا تو برات باز میکنم، با تو تاریکی پرواز میکنم. بیا بریم، من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم. بیا بریم، بعد ما بارون میباره از شازمانی پر میشه این خونه از رخص و گل و شادی. ما بریم تو سینه آرد بار و آرنیز دیده هیچ خاکستری از جنس آدم. سلامت راهله رامیپور از خانواده دادخواه خاوران و زندانی سیاسی در خطر جدی قرار داره. کمیته آزادی زندانیان سیاسی طی بیانیه اعلام میکنه راهله رامیپور یکی از چهره‌های شناخته شده جنبش دادخواهی است که به جرم دادخواهی برادرش حسین رامیپور و فرزندش که جزو ناپدید شدگان قهری میباشد به 6 سال زندان که 5 سال اون قابل اجرا می باشد محکوم و در آبان 1402 احضار و اکنون در زندان اوین زندانی هستش. به این سال هاست با وجود فشارهای دستگاه قضایی و امنیتی از جمله بارها احضار، مسدود کردن حسابهای بانکی، ضرب و شتم فرزندانش، بنگام بازرسی خانه و یک بار بازداشت زندان، شجاعانه صدای زندانیان سیاسی، خانواده هایشان و جنبش دادخواهی بوده است. و این مبتلا به بیماری های متعدد از جمله تومور مغزی بوده و علارغم اینکه نیاز به درمان جراحی دارد و پیشتر در طی بیانیه هم اعلام کرده بود که به دلایل پزشکی شرایط تحمل زندان را ندارد، همچنان در زندان در حبس به سر میبرد. صفحه اینستاگرامی صدیقه وسمی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی که خود امروز در زندان به سر میبرد، به نقل از ایشان به شرایط بغرنج سلامت راهله رامیپور اشاره میکند و میگوید او از تومور مغزی و بیماری های دیگر رنج میبرد. همواره سردرد دارد و همبندیان نگران سلامت او هستند. وقتی او را میبینم که رنجور بیمار در سنی که باید در خانه استراحت کند و به دلیل رنج های فراوان تحمیل شده از او دلجویی شود، در بند از این سو به آن سو می رود و کلافه از سردرد روی تخت دراز می کشد. دلم به درد می آید. حضور او در این بند یکی از نشانه های آشکار ظلم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. این در حالی است که صدیقه وسمی خود با مشکلات سلامت متعددی روبروست و به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از ملاقات و امکان دارو و درمان محروم شده است. عدم آگاهانه دارو و درمان یکی از سیاست‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی است که سالها جهت فشار بیشتر بر زندانی سیاسی و خانواده او و حذف فیزیکی و اعدام خاموش زندانی به کار برده می‌شود. عدم برخورداری از دارو و درمان مصداق شکنجه و جنایت علیه بشریت می باشد. راهله رامیپور باید فوراً برای رسیدگی و درمان پزشکی ویژه به بیمارستان انتقال داده شود. کمیته آزادی زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سلامت جان راهله رامیپور و تمام زندانیان سیاسی بیمار می داند و تمام تلاش خود را برای آزادی راهله رامیپور و دیگر زندانیان سیاسی بدون هیچ قید شرطی به کار میبرد. سارا تبریزی، شهروند 20 ساله، در حالی که در روزهای پایانی زندگی از طرف ماموران امنیتی زیر فشار بود، به طرز مشکوکی درگذشت. پیکر سارا تبریزی، زندانی سیاسی سابق، روز 5 فروردین در منزل والدینش در تهران پیدا شد. به گفته منابع مطلع و نزدیک به خانواده، سارا در هفته‌های پایانی زندگی از سوی ماموران امنیتی زیر فشار روانی سنگین قرار گرفته بود.
او 4 فروردین به وزارت اطلاعات احضار شده بود. نیروهای امنیتی 25 آبان 1402 سارا را تبریزی را در حالی که قصد سفر به انگلیس داشت در فرودگاه امام خمینی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. پس از 10 روز بازداشت و بازجویی با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتا از زندان آزاد شده بود و نیروهای امنیتی بار دیگه در دیماه سال گذشته وی را احضار و بازداشت کردند و وثیقه را به 2 میلیارد تومان افزایش دادند و 25 دیماه با وثیقه موقت از زندان آزاد شده بود. به دنبال مرگ مشکوک سارا تبریزی، نرگس محمدی، ناهید تقوی، آنیشا اسداللهی، سپیده قلیان، ریحانه انصاری نژاد، محبوبه رضایی، مریم حاج حسینی، گلرخ ایرایی از همبندیان سابق سارا تبریزی از اوین در نامه اعلام کردند مرگ مشکوک سارا تبریزی پس از احضار به وزارت اطلاعات جنایت است و حکومت باید پاسخگوی مرگ سارا باشد. در این نامه ذکر شده سارا تبریزی دختری 20 ساله چند روز پیش از آن که سرکارش با نیروهای امنیتی بیفتد قصد داشت ایران را به مقصد آرزوهایش ترک کند. اگر سارا در جامعه آزاد بدون سرکوب، بدون تبعیض، ستم و استثمار زندگی میکرد نه تصمیم به ترک کشور میگرفت و نه دچار چنین پایان تلخی میشد. 4 فروردین سارا احضاریه از اداره اطلاعات تهران دریافت و یک روز پس از آن به کام مرگ کشیده می شود. این مرگ به هر شکل و تحت هر شرایطی که رقم خورده باشد مسئولیت آن با حکومت است. همچون مرگ هزاران نفری که تحت سیطره حکومت ها طی دهها دیکتاتوری فاشیستی سربدار، سربنیز و مفقود شدند. همچنین بسیاری که چشمانشان را از دست دادند. یا به طریقی دچار نقض عضو شدن. همچون بسیاری از فرزندانمان که برای امنیت بیشتر یا رسیدن به رویاهایشان وادار به ترک وطن شدند و بسیارانی که سالها در اسارت ماندن و چراغ خانه هایشان خاموش شد. اگرچه حکومت پاسخگو نخواهد بود و در صورت ضرورت با دسیسه دیگر سعی در فراافکنی خواهد نمود، اما مسئولیت این جنایت نیز مانند آنچه پیشتر مرتکب شد به عهده‌اش خواهد بود و روزی در پیشگاه مردم وادار به پاسخگویی خواهد شد. کمیته آزادی زندانیان سیاسی سالهاست در رابطه با اعدام خاموش در شکل محرومیت زندانی از درمان شکنجه دارویی کار میکنیم تا توجه دنیا را به این نوع شکنجه جلب کنیم. در سال 2023 این کارزار در این رابطه به نام نگذارید قلبشون از تپش بازایستد شروع کرده و با سازمان‌های جهانی ملاقات کردیم. در نوامبر 2023 گزارش تحقیقی در رابطه با شکنجه دارویی رو منتشر و به سازمان جهانی و کمیته حقیقت‌یاب ارائه دادیم. ما همچنان ادامه خواهیم داد تا توجه دنیا به این قضیه جلب شود. اگر شما قربانی شکنجه دارویی بودین لطفاً با آدرس هایی که در پایین صفحه میبینید و در انتهای برنامه ملاحظه خواهید کرد با کمیته آزادی زندانیان سیاسی در تماس باشید و اطلاعات خود رو در اختیار کمیته قرار بدید. بشنویم صدای علی اکبر روز از زندان قزلحصار که به دلیل انتقاد به اوضاع موجود در صفحه شخصی خود در اینستاگرام متهم به صعب‌النبی محاربه اشتباه و توانی قرار گرفته و در خطر اعدام قرار داره. با اینکه در دادگاه بدوی اکبر روز بابت اتهام صعب‌النبی تبرئه شده اما با اعتراض دادستان و اصرارش به اعدام اکبر روز پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و خطر اجرای حکم اعدام اکبر که پدر دو فرزند خردسال است رو تهدید میکنه. تماس از زندان قزلحصار و تماس گیرنده زندانی میباشد. به نام زن، زندگی، آزادی. با درود. به نام زن، زندگی، آزادی. با درود فراوان به ملت شریف زرد کشیدم ایران بزرگ. از بند زندان قزلحصار با شما هموطنان های عزیزم درد دل می کنم. در تاریخ هفته ده 1402 من را از زندان اوین روبایش کردم.
و رو بودن و به بهانه بهداری سر زندان جزل‌سار کرج، جایی که جرایم خشن و مواد فروش ها و قاتل ها می باشد، به این زندان و 4 روز در انفرادی واحده بودن. بعد از 4 روز من را بردم به سالونی که هیچ وسایل شخصی نداشتم و بعد از 1 هفته از خانواده خودم خبری نداشتم و آمدم به ملاقات من. منی که هیچ وسایل شخصی نداشتم، مجبور شدم از یکی از دوستانم شلوار و لباس بگیرم و به ملاقات همسرم بروم. من و رضا سلمانزاده با هم رفتیم به ملاقات. زمانی که ملاقات تمام شد، برگشت به سالن بودیم. قشنگ معلوم بود ما زندانیای سیاسی برای چی از زندان اوی گلچین شدیم که برای ما پاپوش درست کنند و ما را از جرم سیاسی به جرم مواد فروشی تبدیل کنند. همان لحظه من با رئیس زندان آقای عزیزی صحبت کردم و بهش گفتم این مواد برای ما نیست. اثر انگوش و دی ان ای بگیرید و دوربین ها را چک کنید. و آقای عزیزی با بیرحمی تمام من رو به باد کتک و من رو 40 روز بیگانه انداخت به انفرادی واحد 3 و از انفرادی رفتم دفترهای انقلاب کرج. ساعت 8 صبح بارها در خانه‌های مختلف این کار را انجام میدن. آسایش زندانیان را ازشون بگیرن. اون از رئیس زندان که هیچ کاری برای زندانیان نمی کنن و گیره که به یک زندانی میدهد، واقعا نمیدونم چی باید بگم. جلوی یک حیوان بندازی نمی خورن بس که غذاها بد هستش. این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد. آقای عزیزی مدیر رئیس زندان هستش و قشنگ میدونه کی داره مواد فروشی میکنه و کی مواد رو وارد زندان میکنه. کشور روس 11/1/1403 تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندان. جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطر هستش. کمیته آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محارب و اعدام رو تری و منتشر میکنه. این لیست هر هفته بروز میشه. از شما انسانهای مدافع زندگی میخواییم برای لغو احکام اعدام و نجات جان این عزیزان دربند از هر راهی که میتونید تلاش کنید و صدای آزادی این زندانیان سیاسی باشید. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. با تشکر از همراهی شما بینندگان عزیز، اخبار و گزارشات رو از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملازم میکنید و همچنین از طریق راه‌های ارتباطی برای ما ارسال کنید منتظر نکات پیشنهادات شما هستیم. تا برنامه دیگری است برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما بهترین ها رو آرزو می کنم.